اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته بامداد تهران کابل است، 7:30 به وقت دوشنبه. بامداد نوروزی شما به خیر و خوشی. ممنون که به چشم انداز بامدادی پیوستید. داریوش رجبیانم. همه گیری ویروس کرونا خطری برای بشریت، این ارزیابی دبیر کل سازمان ملل است. در این برنامه نگاهی به وضعیت کرونا در جهان خواهیم انداخت و نگاهی ویژه به ایران. چاره ها برای جلوگیری از شیوع کرونا، از حفظ فاصله در اماکن اجتماعی خواهیم گفت و اهمیت آن. این ویروس به دو طریق انتقال پیدا میکنه، یه سری از طریق تنفسی که بهش ایروسل میگن که این میزانش کمتر خیلی و بیشتر از طریق قطرات بزاقه. این نوع دوم میزان سرایتش خیلی بیشتره. در گذشته رابرت لوینسون در اسارت ایران، خانواده این مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا چنین باوری دارند. در این باره گفتگویی خواهیم داشت. درباره احتمال مذاکره رو در روی دولت افغانستان با طالبان هم مطلبی داریم. نوروز را هم به یاد داریم. سرآغاز خبرهای جهان از محمد سباهی، تهیه کننده برنامه. درود و روز روزگارتان خوش. تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در سرتاسر جهان به بیش از 20,000 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون حدود 450,000 نفر در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. ایتالیا با بیش از 7,500 جانباخته به دلیل ابتلا به کرونا با فاصله بیشترین تعداد مرگ و میر در میان کشورهای جهان را ثبت کرده. اسپانیا هم اعلام کرده است که تعداد کل جانباختگان بیماری کووید 19 در این کشور به بیش از 3,400 نفر رسیده است. به این ترتیب اسپانیا بعد از ایتالیا بیشترین آمار تلفات در جهان را ثبت کرده و از چین مرکز شیوع بیماری هم پیشی گرفته است. آمار رسمی جانباختگان در چین 3,285 نفر بوده. در ایران هم شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا به 27,017 نفر و جانباختگان هم به 2,077 نفر افزایش یافت. این در حالی است که دولت ایران خبر از ممنوعیت و محدودیت‌های جدید برای رویارویی با گسترش بیماری کووید 19 داده. آمریکا هم شمار مبتلایان و جانباختگان رو به افزایش است. طبق آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز تا کنون حدود 66,000 نفر ثبت شده که به ویروس کرونا مبتلا هستند و آمار کشته شدگان این بیماری هم از 940 نفر گذشته است. در همین حال دو حزب عمده آمریکا همچنان بر سر آخرین جزئیات کمک مالی کلان برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا رایزنی می کنند. جزئیات بیشتر از هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن. Signature without delay, I will sign it immediately. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به محض تصویب وسیله کمک‌های مالی در کنگره آن را امضا و اجرا می‌کند. مجموع این کمک‌ها به 2 تریلیون دلار یعنی 2000 میلیارد دلار می‌رسد. از جمله شامل پرداخت مستقیم نقدی به اغلب آمریکایی‌ها، پرداخت وام به کسب و کارهای خرد، افزایش بیمه بیکاری، وام به شرکت‌های لطمه دیده، کمک به بیمارستان‌ها و همینطور ایالت‌هایی که بیش از بقیه زیر فشار شیوع ویروس کرونا بودند. خبرهای جهان را از بی‌بی‌سی فارسی می‌شنوید. به دنبال خبر توافق برای آزادی اولین دسته از زندانیان طالبان، یک فهرست 20 نفره تیم مذاکراتی حکومت افغانستان اعلام شده که با تیم مذاکراتی طالبان در قطر گفتگوهای صلح را آغاز کند. هرچند این فهرست از سوی تلویزیون دولتی افغانستان اعلام شده و یک منبع در ارگ نیز آن را تایید کرده، ولی سخنگوی وزارت صلح این لیست را رد کرده است. آصف معروف از برنامه‌ریزی برای آزادی نخستین گروه از زندانیان طالبان می‌گوید. اعلام تاریخ آزادی اولین دسته از زندانیان طالبان از زندانهای دولت در نفس خود شکستن بنبست و نشانه پیشرفت برای اجرای شدن توافقات دوحه به شمار می آید. نمایندگان صلیب سرخ، امریکا و قطر بر این گفتگوها نظارت داشتند و قرار است هیئت تکنیکی طالبان به بگرام سفر کند و نامهای آزاد شدگان را با فهرست سر بدهند که آنها برای آزادی جنگجویان خود دادند. بر رغم چنین موافقت، تا هنوز تاریخ برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تعیین نشده است. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی. در هفتمین بامداد فروردین، داریوش رجبیانم از بی بی سی در لندن. باز هم جا دارد که نوروز را به یکایک که شما شاد باش بگویم. با آرزوی بهترین ها هر جای دنیا که هستید، شاد باش نوروز و سال نوی که همچنان زیر سایه ویروس کرونا مانده. دبیر کل سازمان ملل متحد همه‌گیری ویروس کرونا را خطری برای همه بشریت نامیده و گفته که همه نسل بشر برای پیکار با آن باید متحد شوند. آنتونیو گوترش گفت که واکنش هر کشوری به تنهایی بسنده نیست و اینکه همکاری و همبستگی در این راستا ناگزیر است.
در این حال امارات متحده عربی اعلام کرده که از ساعت 8 امشب تا 6 بامداد یک شنبه مقررات منع آمد و شد اعمال می‌کند. عربستان گفته که برای جلوگیری از شیوع کرونا ورود و خروج شهرهای ریاض، مکه و مدینه از امروز پنجشنبه ممنوع است. در ایتالیا بنا به آمار رسمی شمار جان باختگان کرونا به 7503 تن رسیده. شمار کشته شدگان کرونا در اسپانیا هم از تعداد قربانیان آن در چین، خاستگاه این ویروس، فراتر رفته است. خبرهای کرونایی جهان طبق معمول این روزها بسیار بیشتر از این هاست. همکارم هادی نیلی در واشنگتن که این موضوع رو دنبال کرده حالا با ماست. درود هادی. دیگه چه اتفاقات مهمی در جهان و از جمله در آمریکا در زمین کرونا رخ داده که من نگفتم؟ با ادامه تلاش ها برای مقابله با ویروس کرونا در سرتاسر جهان، در کشورهای مختلف، در آمریکا هم همچنان تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده. الان تقریبا بیش از نیمی از آمریکایی‌ها، یعنی 175 میلیون نفر، دست کم دستوراتی گرفتن از طرف مقام‌های محلی که در خانه بمانند و بجز برای موارد ضروری از خانه خارج نشند. آمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در آمریکا رو به افزایش با سرعت بالایی داره افزایش پیدا می‌کنه. آمار جان باختگان به 1000 نفر داره نزدیک میشه. در همین حال دو حزب عمده آمریکا، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه، در کنگره همچنان مشغول رایزنی‌های نهایی هستند برای بسته مشوق‌های مالی که برای جلوگیری از یک بحران مالی ماندگار در آمریکا دارن در نظر می‌گیرن. بحران مالی که اگر در آمریکا اقتصاد رو تحت شعاع قرار بده، بر بازار بورس تاثیر بگذاره، در نهایت بر اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت. این بسته مشوق‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت منتظره که تصویب بشه تا فوراً امضا و اجرا بکنه، در نظر گرفته که به حدود 90% آمریکایی‌ها مبلغ کمک نقدی بفرسته، براشون چک بفرسته یا به حسابشون بفرسته. برای کسانی که بیشترین مبلغ رو بتونن بگیرن، کسانی هستن که حداقل 75,000 دلار حقوقشون بوده باشه، حداکثر، و قراره که به اونها 1200 دلار پرداخت بشه و هرچی درآمد بالاتر میره تا سقف 100,000 دلار این میزان کمتر میشه. همینطور این کمک ها در نظر گرفته شده که برای بخش های در واقع کمک به اقتصاد آمریکا باشه، به شرکت هایی که لطمه دیدن. مشخصا 350 میلیارد دلار برای وام به کسب و کارهای خرد، 250 میلیارد برای بیمه بیکاری، میدونیم که آمار بیکاری در آمریکا رو به فزونی هست، 500 میلیارد دلار برای وام به شرکت‌های لطمه دیده مثل شرکت‌های هواپیمایی، و همینجور 130 میلیارد دلار برای بیمارستان‌ها که بیشتر از همه الان زیر فشار هستن برای مقابله با ویروس کرونا، و در نهایت 150 میلیارد دلار برای ایالت‌هایی که زیر فشار هستند. ولی مثلا فرماندار ایالت نیویورک که الان کانون بحران کرونا در آمریکا است، گفته این مبلغ اون قدری که به ایالت نیویورک میرسه مثلا خیلی کمتر از اونیه که این ایالت لازم داره. یعنی خیلی ها معتقدن این بسته مشوق ها با این حجم بزرگ، که بزرگترین بسته مشوق های مالی در تاریخ آمریکاست، باز هم حداکثر گام اول برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا خواهد بود. سپاسگزارم هادی. با همکارم هادی نیلی در واشنگتن صحبت میکردم. و اما در ایران هم ظاهرا تحرکات بیشتری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صورت میگیرد. رئیس جمهور هشدار داده که همه آماده سختگیری های بیشتری باشند. از موج بعدی سفرها ممانعت میشود و پارک ها درهای خود را میبندند. پیش از این دولت گفته بود که حاضر به قرنطینه کشور نیست و از مردم خواسته بود که از تردد غیر ضروری خودداری کنند. منتقدان این رویکرد دولت میگفتند دولت باید دست به اقدامات جدی تری بزند. آمار رسمی جان باختگان کرونا در ایران هم رو به افزایش بوده، 143 تن در یک روز گذشته، اونطوری که رسما دیروز اعلام شد. گزارش همکارم مریم افشنگ با سخنان علی ربیعی سخنگوی دولت ایران آغاز می شود. رئیس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود. نزدیک به یک هفته از تعطیلات نوروزی می‌گذرد و هر روز بیش از 100 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در 24 ساعت گذشته 143 نفر بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سختگیری بیشتر گفت. به هر حال این طرح تصویب خواهد شد و ابلاغ خواهد شد. این ابلاغ ممکنه یه ذره سختگیرانه باشه، برای سفرها مشکلاتی رو برای مردم درست کنه، از مردم بخواد که سریعتر برگردن به موطن اصلیشون و از سفر زودتر برگردن. سفرهای موج بعدی رو
ممانعت کنن. ممکنه همه پارک ها بسته بشه، ممکنه 13 به در مثل سالهای قبل نباشه، مردم باید قناعت بکنن به یک شرایط سختری، چاره ای جز این ما نداریم. هر روز وزارت بهداشت ایران آمار را اعلام می کند. تا روز چهارشنبه 27,017 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و 2,077 نفر به علت ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده و 9,625 نفر نیز بهبود یافتند. بیش از 2,000 نفر در ایران جان باختند، اما برای بسیاری از مقامات گویا هنوز رعایت نکات بهداشتی به ویژه حفظ فاصله جدی نیست. به گزارش ایرنا روز سه‌شنبه رزمایش یگانهای جنگ نوین به منظور آغاز عملیات دفاع بیولوژیکی و مقابله با ویروس کرونا در خوزستان انجام شد. خودروهای مربوط به سپاه یا نهادهای دولتی که با پخش موزیک در شهر تردد می کنند و مردم را دور هم جمع کردند. تشییع جنازه حسین اسداللهی از فرماندهان سپاه هم که بر اثر کرونا جان باخته بود روز دوشنبه با جمعیت زیادی از مردم برگزار شد. سازمان بهداشت جهانی، پزشکان و متخصصان همه و همه بیش از هر چیز از مردم می‌خواهند که در خانه بمانند. در این نمودار دقیق توضیح داده می‌شود که هر شخص مبتلا به طور متوسط 2.5 نفر را مبتلا می‌کند که این زنجیره انتقال 5 روز طول می‌کشد. اگر هیچ اقدامی نکنید، تعداد مبتلایان از یک فرد مبتلا در طول 30 روز به 406 نفر خواهد رسید. اما اگر ضریب ابتلا را نصف کنید، یعنی هر فرد به طور متوسط 1.25% نفر را مبتلا کند، پس از 30 روز به جای 406 نفر تنها 15 مبتلای جدید خواهیم داشت. اختلاف بین 406 و 15 یعنی کاهشی 95% در موارد ابتلا. تا جایی که می توانید با هیچ شخصی تماس نداشته باشید. توصیه اکید این است که حداقل 2 متر از همدیگر فاصله بگیرید. فرض کنید یک جاروی بلند دستدار دستتان باشد. فاصله مناسب آن است که جاروی شما به کسی نخورد. کسانی که بیش از همه نیاز به حفظ فاصله دارند، افراد بالای 70 سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار هستند. توصیه اکید بر حفظ فاصله در اماکن اجتماعی در پایان گزارش مریم افشنگ درباره وضعیت کرونا در ایران بود. از دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس بهداشت جمعیت در مالمو سوئد پرسیدم این همه تاکید بر حفظ فاصله چه توضیح پزشکی دارد؟ در نزدیک شدن به مردم از چه نظر در معرض خطر قرار میگیریم؟ کاهش فاصله اهمیتش به این خاطره که این ویروس به دو طریق در واقع انتقال پیدا میکنه. یه سری از لحاظ تنفس، از طریق تنفسی که بهش ایروسل میگن که این میزانش کمتر خیلی و این بیشتر تو محیط‌های بیمارستانی اتفاق میفته یا کنار مریض، خیلی نزدیک به مریض که بدحاله و بیشتر از طریق قطرات بزاقه که بهش دراپلت میگن. این نوع دوم میزان سرایتش خیلی بیشتره به خاطر اینکه 9 روز هم باقی میمونه توی سطوح. ولی اگه فرد بیمار عطسه یا سرفه نکنه بازم خطری ناشی هست از اون؟ بله بله دقیقا. ببینید ما همه ما، یعنی تو حالتهای عادی که اصلا مریض نیستیم، ما یه ترشح بزاق خیلی ریز داریم که خودمون متوجهش نمیشیم و این معمولا مثلا بین 0.8 تا 1 متر اینا پرش داره، 1.2 پرش داره. برای اینه که میگن وقتی که تو این حالتی که این شرایط اپیدمی وجود اومده باید این فاصله 2 متر حفظ بشه که اون پرش بزاق که ما تو حالت عادی همونو داریم و اصلا متوجهش نیستیم، اون فاصله رعایت بشه که این ویروس که داره با اون بزاق ما منتقل میشه به طرف دیگه نرسه. و این خیلی اهمیت داره. یعنی اینو بررسی کردن، خیلی اول میگفتن 1.2، بعد گفتن 1.4، بعد الان میگن که برای این که توی فاصله ایمن باشه توی 2 متریه. به همین خاطره که زدن ماسک خیلی اهمیت داره، برای اینکه ما نمیدونیم کی ناقله و کی سالمه و خیلی 80% جمعیت هم که ویروس رو میگیرن اینا هیچ علامتی بروز نمیدن و بیمار نمیشن، فقط 20% هم که بیمار میشن. تا قبل از اینکه بیمار بشن تقریبا 5.5 تا 6 روز طول میکشه و تو اون فاصله زمانی 5.5 تا 6 روز هم اینها علامت ندارن ولی منتقل میکنن بیماری رو. چنانچه که میبینید که الان ولیعهد انگلیس هم گرفته و دارن خیلی سخت پیگیری میکنن که ببینن در واقع از کی توی یکی از این ملاقات
ملاقات هایی که توی هفته قبل از 13 مارچ داشته از اون گرفته باشه. یعنی احتمالاً یه کسی بوده که شاید اصلا ناقل بوده و هیچ علامت و بیماری هم نداشته. دقیقاً صحبت از ویروسی هست که عیون و اشراف و همینطور عوام نمیشناسه و هر کسی رو میتونه بگیره و شمار مبتلایان در تمام جهان روزافزون هست. میتونید درباره تاثیر این تعداد مبتلا به کووید 19 بر خدمات درمانی کشورهای مختلف صحبت بکنید؟ چون طبعاً فقط بیماران کووید 19 نیستند که به مراقبت پزشکان نیاز دارن. چه فشاری بر پرستارها و پزشکان وارد میشه؟ ببینید، ما وقتی که توی جامعه در واقع میاد، حتی تو شرایطی مثل شرایط حد اکثر مداخله که مداخله نظامی بود و در اون حدی بودش که حتی اپ‌های چین درست کرد که تمام حرکت مردم رو روش رصد میکرد که بتونه بعداً پیگیری کنه که اگه کیس مثبتی بود به کجا رفتن که بتونه بره کیسیابی رو فعال انجام بده. تو اون شرایط که تقریباً هیچ جای دنیا جز چین تا به حال انجام نشده، 5% جامعه نیاز پیدا کردن به مراقبت‌های ویژه، نیاز داشتن که وصل بشن به دستگاه‌های تنفسی که ونتیلاتور بهش میگن. و هیچ کشوری توی دنیا وجود نداره که در اون منطقه جغرافیایی خاص بتونه این 5% جمعیت رو برای همش تخت مراقبت های ویژه و تخت ونتیلاتور داشته باشه. چنانی که دیدیم که چین مجبور شد در عرض 2 هفته 1000 تخت خواب ایجاد بکنه. توی این قضیه اپیدمی مثل کرونا که انقدر سرایت پذیری شدید داره، چیزی که اهمیت داره کثرت نیروی انسانیه که زمینگیر نشدن و اونا میتونن نیازهای بهداشتی، صنعتی و غذایی اون جمعیتی رو که در گیر افتادن و مثلا تو قلنطینه رفتن یا مجبور شدن که خونه نشین بشن رو تأمین بکنن. خب این خیلی اهمیت داره که بتونیم برای این برنامه‌ریزی بکنیم. برای همینه که اگه وقتی مداخله انجام نشه، این میزان 5% خیلی بالاتر میره. بدترین قسمتی که اتفاق میفته اینه که عدد کافی هم پرسنل نیست که بتونه این 5% جمعیت تو هیچ کشوری پاسخ بده و اینا مجبورن شیفتای مکرر و طولانی تو شرایط خیلی سخت با لباسهایی که مثل لباسهای فضایی و واقعا توش کار کردن، حرکت کردن و تحمل کردنش برای زمان طولانی خیلی سخته، اینا مجبورن شیفت‌های متوالی کار بکنن و این یه مشکل عمده ایجاد کرده الان که مرگ و میر پرسنل هم زیاد کرده توی چه اغلب کشورهایی که درگیر بودن با این قضیه. خب ایران هم مرگ و میر پرسنلش واقعا بالا بود. دکتر سحر مطلبی بود، پزشک عمومی و کارشناس بهداشت جمعیت در مالموی ساعت. آیا تاکنون به همه پرسش‌های خودتون درباره ویروس کرونا از متخصصان ما پاسخ گرفتین؟ اگه نه، لطفاً پرسش خودتون رو با هشتگ کرونا به شناسی بی بی سی شما در تلگرام برامون بفرستین تا در گفتگوهای بعدی با کارشناسان موضوع در میون بذاریم. هشتگ کرونا یادتون نره تا بشه از میان پیام‌های بی‌شماری که برامون می‌فرستین و بابتش سپاسگزارم اون پرسش‌ها رو طرح بکنیم. مسلماً درباره همه موضوعهای برنامه هم که عمدش همین کروناست، اگر دیدگاهی دارین میتونین با ما در میون بذارین، چه از طریق تلگرام، چه پای پخش زنده برنامه چشم‌انداز بامدادی در فیسبوک بی بی سی فارسی و چه از راه پیامگیر و ایمیل برنامه که اعلام میشه. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و اما ناگفته هم پیداست که شیوع ویروس کرونا تنها یک بحران بهداشتی نیست، بلکه بار گرانی را بر دوش اقتصاد همه کشورها فرو نهاده. نمای بارز آن درهای بسته فروشگاه‌های خرد و بزرگ و شرکت‌ها در بزرگترین شهرهای جهان است. اخیراً سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هشدار داد که در ماه‌های آینده برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود خواهند شد و سال‌ها طول می‌کشد تا آسیب اقتصادی کرونا جبران شود. در این باره گفتگویی داشته باشیم با رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون که از شهر پومونا در ایالت نیوجرسی با ماست. نوروز شما پیروز آقای قرشی. در آمریکا شب شما بخیر. گفته شده که 1/4 مردم جهان در نوعی قرنطینه به سر میبرند. این یعنی کاهش یک باره و شدید نیروی کار در سراسر جهان. فکر میکنین روزی که سرانجام از چنگال این ویروس نجات پیدا کنیم، جهان از دید اقتصادی در چه شرایطی خواهد بود و چقدر آسون خواهد بود برای این کارخانه ها، این کسب و کارهای خرد و بزرگ که دوباره تولید و کار خودشون را از سر بگیرند؟ با سلام، همطور که فرمودین این یه بحران بهداشتیه و
تا زمانی که اون حل نشه آدم هیچ پیشبینی نمیتونه بکنه. با فرض اینکه اون به زودی حل میشه که خود فرض خوشبینانه است، با این فرض خوشبینانه هم الان هم خب ضرر زیاده. یعنی صحبت از اینه که مثلا رشد اقتصادی منهای 10% یه همچین ارقام که ارقام بالایی است. اما نکته که باید در نظر گرفت اینه که این چقدر طول میکشه که این دوباره به اصطلاح جبران بشه. به نظر من اگر این مسئله، این مشکل بهداشتی حل بشه، زمان خیلی زیاد، یعنی صحبت از OECD از سالها میکنه، به نظر من سالها نخواهد بود، شاید حتی یک سال هم کافی خواهد بود که این رشد اقتصادی برگرده. دلیلی هم که این رو عرض میکنم اینه که ببینید رشد اقتصادی میزان تولیده، نه توان تولید. میزان تولید پایین اومده چون ارتباطات نیست، چون تقاضا نیست، ولی توان تولید هست، نیروی کار هست، منابع هست. به محض اینکه این مشکل حل بشه اینا به شروع خواهند کرد، مضافن که دولت ها به شدت در تلاش اینن که به این اقتصاد رشدی بدن. امروز الان صحبت از تو امریکا صحبت از 2.3 تریلیون دلار، آلمان 1 تریلیون، بقیه همین رو هم بدونید بنده از اقتصاد ژاپن بزرگتره. یعنی یه همچین تقاضای الان هست وقتی که این مشکل بهداشتی حل بشه. آقای قرشی، پیوندهای تجاری و اقتصادی جهان میشه گفت در هم تنیده و یک دهکده جهانی رو پدید آورده. به نظر شما این جهانی شدن تجارت و تولید چه نقشی داشته در گسترش ویروس کرونا و بعد از این به چه شکلی در خواهد اومد؟ دو تا سوال خیلی مهم تو این هست. اولش این که خب نقش با اینکه چین با اینکه دومین اقتصاد دنیا از نظر میزان تولید، ولی تولید صنعتی چین بالاترینه، یعنی برای خیلی از جهان کالا تولید میکنه و صادر میکنه و از خیلی جای جهان کالای به صورت مواد اولیه وارد میکنه و این ارتباطات رو خیلی بیشتر از اونی که به نظر میرسه کرده که اثر داشته در این گسترش. چه خواهد کرد؟ سوال خیلی مهمیه. خیلی چیزا عوض شده که حتی کرونا هم که از بین بره دوباره بر نمیگردن. مثلا خب استفاده از اینترنت و ربات و اینجور چیزا، مثلا برای تماس و کنفرانس و اینا زوم و اینجور استفاده میکنن، دیگه شرکت ها آدم نمیفرستن از این سر دنیا به اون سر برای کنفرانس و این برای شرکت های هواپیمایی بزنس کلاسشون رو خیلی طول خواهد کشید که جبران کنه، یا هتل های لوکس خیلی طول خواهد کشید، اونا جبران نمیشه. ولی کل اقتصاد کلا زندگی عوض میشه. در خلاصه کنم بیشتر در بعد سیاسی و اجتماعیش تا بعد اقتصادیش. سپاسگزارم که خیلی مختصر و مفید توضیح دادین. رضا قرشی بود، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون از شهر پومونا در ایالت نیوجرسی آمریکا. ممنون از حضور شما در چشم انداز بامدادی. ما فراتر از شیوع کرونا هم نگاه بندازیم به خبرهای کوتاه ایران، که البته اونجا هم موضوع کرونا به گونه نفوذ کرده. از نازنین جاوید بشنویم. فرزانه تاییدی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، سه‌شنبه شب در لندن در سن 75 سالگی درگذشت. علت مرگ او سرطان ریه اعلام شده. او از بازیگران سرشناس و با سابقه سینما و تئاتر پیش از انقلاب 57 بود. او بیشتر برای نقش‌آفرینی در فیلم فریاد زیر آب به یاد ها مانده است. فرزانه تاییدی در سال 1365 به انگلستان مهاجرت کرد و تا پایان عمر در همونجا ماند. دادستانی دانمارک اعلام کرده است که علیه یک شهروند نروژی ایرانی به دلیل همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران در طراحی یک نقشه ترور در خاک دانمارک اعلام اتهام کرده. این فرد نروژی ایرانی در اکتبر 2018 مهر ماه 1397 به زن توطئه برای قتل یکی از رهبران ناراضی عرب ایرانی در خاک دانمارک دستگیر شده بود. دادستانی دانمارک در بیانیه اعلام کرد که این مرد 40 ساله به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به یک سرویس اطلاعاتی ایران با هدف انجام ترور در دانمارک متهم شده. او متهم شده که فرد مورد نظر نقشه ترور را در محل زندگیش دنبال می‌کرده و از همسر او فیلم برداری کرده است.
و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حساب توییتر خود با ضمیمه کردن اظهارات حسن روحانی درباره پیشنهاد کمک انسان دوستانه ایالات متحده به جمهوری اسلامی به این اظهارات پاسخ داده. آقای روحانی گفته بود، نقل قول میکنم، آمریکا ما را از آب آشامیدنی محروم کرده ولی پیشنهاد آب گلالود میدهد. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ نوشته بهتر از حسن روحانی به جای متهم کردن آمریکا به سوء مدیریت با خدمت کردن به مردم ایران به کمک‌های انسان دوستانه آمریکا پاسخ مثبت بدهد. اینجا لندن از رادیو بی بی سی چشم‌انداز بامدادی. در روزهایی که روزنامه‌های تهران در تعطیلات نوروزی به سر می‌برند، فرصتی داریم که به مجله‌های آخر سال یا در واقع نوروزنامه‌ها نگاهی بندازیم با مسعود بهنود. بررسی مجلات نوروزی امروز رو اختصاص بدیم به زنان امروز. شماره 38 منتشر شده و مثل همیشه خانم شهلا شرکت و روی جلد خیلی خوبی که اشاره داره به کرونا، ویروس خیلی بعد ضربه جمعی، تاب‌آوری جمعی، رو جلد خیلی بیانگری هم در این باره گذاشتند. یک نوشته هم خود خانم شرکت داره، سالی که مثل هیچ سالی نبود. اما ظاهراً رو جلد اختصاص دادن به مطلبی که مینا اورنگ نوشته است، ضربه جمعی، تاب‌آوری جمعی، هر دو سوی موضوع رو داره میبینه. بعد از اون یک گفتگوی مجله داره با رهبر حزب جنبش تغییر برای افغانستان، فوزی کوفی که اسمش حتما شنیدین. زنان نباید قربانی صلح بشن، ترجمه کرده عاطف احمدی و خیلی مطالب خوبی توش خونده میشه. بعد از اون مجله میرسه به یک بخشی که بازتاب دگردیسی امید اجتماعی در کنش سیاسی ایرانیان، خیلی موضوع به ظاهر پیچیده‌ای میاد، صعود از آبشار، ولی مطلب فوق‌العاده خواندنی و عمیقی است از سمانه معظم و اسماعیل خلیلی. فرنگیس بیات هم درباره افکار عمومی یا عواطف عمومی نوشته خیلی خواندنی داره. در بخش تاریخ این موضوع شورش‌های بر سر نان که از دوره قاجاریه اتفاق افتاده چند بالی تا دوره همین آخرهای پادشاهی، موضوع نان موضوع کوچکی نبوده است تو ایران در همه اون سالها. ولی اینکه نقش زنان در این شورش های نان چی بوده، با تعبیر نان و گل سرخ، نوشته مریم رضایی است که خیلی تحقیق خوبی است و خوندنی است. و در همین باره هم مریم دوژمخوی نگاهی کرده به نقش سازماندهندگی زنان در مطالبات پیش از مشروطیت. به این ترتیب میبینید که درباره شماره پروفیمون حرف میزنیم، غیر از این که بخشی هم نقد کتاب جدید خانم مریم زندی از انقلاب ایران، عکسایشون هست که بسیار خواندنی است. اما در همون اولی خانم شرکت نوشته حال دنیا خوب نیست، هوا طوفانی است، باد وحشی از شرق و غرب عالم زوزه میکشد و تومار زندگی انسان امروز را در هم میپیچد. چیزی از سار بلوا نمانده، سالی که کشتی بیلنگر ما در تلاطم امواج بلا بارها کج و مش شد. توجه دارید که نویسنده احتمالاً آخرای اسفند اینو نوشته، به همجد نوشته است که چیزی به آخر سال نمانده. با هم نگاهی کوتاهی کردیم به آخرین شماره زنان امروز. نگاهی به مجله‌های آخر سال بود از مسعود بهنود. همینجا بگویم که دیروز ششم فروردین زادروز زرتشت پیامبر دین کهن و از یسنا بود که آن را به پیروان و دوستداران زرتشت شاد باش میگویم. اما امروز پنجشنبه هفتم فروردین 26 مارس سرخط خبرهای جهان تا این لحظه از این قرار است. دبیر کل سازمان ملل متحد همه‌گیری ویروس کرونا را خطری برای همه بشریت نامیده و گفته که همه نسل بشر برای پیکار با آن باید متحد شوند. رئیس جمهور ایران هشدار داده که همه آماده سختگیری‌های بیشتری باشند، از موج بعدی سفرها ممانعت می‌شود و پارک‌ها درهای خود را می‌بندند. خانواده رابرت لوینسون مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا در بیانیه اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که او در دوره بازداشتش در ایران درگذشته و شورای امنیت ملی افغانستان میگوید نمایندگان دولت این کشور و جنبش طالبان برای فراهمسازی زمینی تبادل اسرا دیدار رو در رو خواهند داشت.
درباره این دو خبر آخر که گفتم بیشتر صحبت خواهیم کرد. هم از بیانیه خانواده رابرت لوینسون میگیم که میگن این مأمور پیشین FBI ظاهرا در بازداشت در ایران درگذشته، و هم از آمادگی دولت افغانستان برای گفتگوی رو در رو با طالبان. مطالب بسیار دیگر هم داریم و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در جهان امروز به 53 سال پیش هم برمیگردیم، به زمانی که یک ویروس دیگر داشت جهان رو در می‌نوردید. در این برنامه همراه با لوسی برنز به تابستان 1967 می رویم، زمانی که در میان ساکنان شهر کوچک ماربرگ در آلمان غربی عوارض بیماری تازه‌ای پدیدار شد. نوعی تازه از تب ویروسی که پیش از این دیده نشده بود. بیماری که بعدها به ویروس ماربرگ معروف شد. شاهد عینی این هفته تا حدود 15 دقیقه دیگه، امیدوارم منتظرش بمونی. همانگونه که پیشتر یادآوری کردم، خانواده رابرت لوینسون مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI که ایران ناپدید شد میگویند آگاه شدند که او در بازداشت در ایران درگذشته. از آقای لوینسون در رسانه‌های آمریکا به عنوان آمریکایی یاد می‌شود که بیشتر از هر شهروند دیگر این کشور در اسارت کشور دیگر بوده است. گفته شده بود که او به عنوان یک کاراگاه خصوصی در یک مأموریت غیر مجاز آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ایران مشغول کار بوده. تازه های این خبر تازه را از همکارم بهمن کلباسی جویا شدیم که حالا از نیویورک با ماست. بهمن، خانواده رابرت لوینسون در این بیانیه که ساعتی پیش منتشر شد میگن که اطلاعاتی را از مقام های آمریکا دریافت کردند که هم اونا و هم این خانواده را متقاعد کرده که آقای لوینسون در ایران درگذشته. صحبت از چه اطلاعاتیه؟ لب به کلامشون همین است که این در واقع نتیجه گیری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آمریکاست که با خانواده آقای لوینسون در میان گذاشته شده در هفته های اخیر، که در مجموع این در واقع اطلاعاتی که به دستشون رسیده به این نتیجه گیری رسیدن که او احتمال زیاد در گذشته در اون دورانی که در ایران زندان بوده. و بعد از سالها 13 سال که از ناپدید شدن آقای لوینسون در جزیره کیش میگذره، حالا به نظر میاد که مقام های اطلاعاتی به خانواده او گفتن که به نظر ما این اتفاق رخ داده، ولی بر اساس اون اطلاعاتی که ما داریم شما هم میتونید نتیجه گیری خودتون رو بکنید، و به نظر میاد به عهده اونها گذاشتن اگر علاقمندن که اعلام بکنن که بله او درگذشته، و اونها هم نهایتاً این اعلام رو کردن. میدونیم که آقای لوینسون بعد از ناپدید شدنش چند سال بعد در سال 2010 و بعد هم در سال 2011 یه نشانه های از او منتشر شد، اول یک ویدیویی که لباس زندان پوشیده بود و بعد هم یک تصویری در سال 2011. در اینچه امید برای خانواده تا مدت زیادی همچنان باقی بود که او ممکنه زنده باشه، و مقام های آمریکا هم در دوران آقای اوباما هم در دوران آقای ترامپ بارها مقام های ایرانی رو تحت فشار گذاشتن که اطلاعات جدیدی بدن، که مقام های ایرانی معمولا میگفتن که اطلاعاتی ندارن در مورد جای او و اینکه چگونه ناپدید شده. خب اینا به نقل از مقام های امنیتی آمریکا تعریف شده در این بیانیه. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از انتشار این بیانیه گفته که قبول نداره که آقای لوینسون مرده، چون اونا منظورش ایران هست، این خبر رو به آمریکا ندادن. قضیه از چه قراره دقیقاً؟ دفعه اول نیست که آقای ترامپ یه حرفایی میزنه که خیلی هماهنگ نیست با دستگاه اطلاعاتی امنیتی خودش. مشخص است که اینطوری که در بیانیه خانواده اومده، هم مشاور امنیتی ملی او در جریان بوده، هم رئیس CIA حتی تشکر کردن. بعد از صحبت‌های آقای ترامپ هم آقای رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی او سعی کرد یه مقداری حرفای او رو تصحیح کنه و بگه که ما فکر می‌کنیم که در حال این نتیجه‌گیری غلطی نیست. در نتیجه به نظر نمیاد که حرفای آقای ترامپ خیلی هماهنگ بوده با اون چیزی که در نتیجه‌گیری دستگاه اطلاعاتی امنیتی هست. اونها در مجموع در این دو سال در این 13 سال وزارت خارجه و وزارت دفاع 225 میلیون دلار جایزه تهیه کرده بودند و تلاش‌های زیادی کردند که بتونن سرنخی پیدا کنن، و این نهایتاً اون جایزه که بهش رسیدن. و اینکه آقای لوینسون در بازداشت نیروهای امنیتی ایران در نهایت درگذشته، وقتی که میدونیم بازداشت شد به خود به عنوان یک پیمانکار سازمان CIA به ایران رفته بود. البته همونطور که در مقدمه گفتید، بعدن گفتن که سازمان CIA و مأموری که این کار کرده اجازه نداشته که با آقای لوینسون این مأموریت رو بده.
سپاسگزارم بهمن. با همکارم بهمن کلباسی در نیویورک صحبت می‌کردم درباره موضوعی که مطمئناً در طول 24 ساعت آینده بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، از واکنش‌ها خواهیم گفت. و حالا در این بحبوحی ویروس کرونا که جهان را به سطوح آورده، موارد مشابه در تاریخ را مرور کنیم، از جمله ماجرای شیوع ویروسی را که 53 سال پیش از آلمان سربلند کرد. سلام، به بخش دیگری از برنامه شاهد عینی از سرویس جهانی بی بی سی خوش آمدید. در این برنامه نگاهی به یک بیماری همه‌گیر و تأثیر آن بر جهان خواهیم داشت. در این برنامه همراه با لوسی برنز به تابستان 1967 می رویم، زمانی که در میان ساکنان شهر کوچک ماربرگ در آلمان غربی عوارض بیماری تازه‌ای پدیدار شد. نوعی تازه از تب ویروسی که پیش از این دیده نشده بود. بیماری که بعدها به ویروس ماربرگ معروف شد. مردم فکر میکردن آنفولانزای تابستانیه. 1967 تابستون بسیار داغی داشت. حال قربانی ها به سرعت رو به وخامت میرفت. تب بالا، خستگی مفرط، سردرد. بعد استفراغ شروع میشد. کهیر و بعد التهاب ملتهمه. ورنر اسلنگزا متخصص ویروس است و در دهه 1960 یکی از محققان مؤسسه بهداشت ماربرگ بود. فردریک موس در شرکت داروسازی برین ورکر خارج از این شهر کار میکرد. بعد از همه اینها نوبت خونریزی داخلی میشه. اندامهای داخلی به نوعی متلاشی میشن. میگن که خون بعضیا از زیر پوستشون مثل عرق نشت میکرده. تنها نکته مثبت ماجرا این بود که بیمار در این مرحله آخر اغلب در کما بود و متوجه نبود که چه بلایی سرش اومده. در سال 1967 فردریک تنها 19 سال داشت و به عنوان تکنسین آزمایشگاه کارآموزی را شروع کرده بود. اول فقط کسایی که با حیوانات سر و کار داشتن بیمار شدن. اولش کسی واقعا متوجه نشد، اما یک دفعه کمبود کارگرها در بخش نگهداری از حیوانات کاملا محسوس شد. از ما خواستن کمک کنیم و تنها بعد از اینکه 11 نفر توی بیمارستان بستری شدن مشخص شد ارتباطی با برین ورکر وجود داره. برین ورکر واکسن تولید میکرد، به ویژه برای فلج اطفال و سرخک. این واکسن ها را با وارد کردن میمون از شرق آفریقا آزمایش میکردند. میمون های زیادی احتیاج داشتند، چون فلج اطفال فقط در سلول پستاندارها تکثیر میشه. از 1962 برین ورکر سالانه 5000 میمون رو وارد میکرد و به کار میگرفت. از کالچر تولید شده برای ساخت واکسن فلج اطفال استفاده می‌کردن. واکسنی که برای از میان بردن این بیماری نقش اساسی رو ایفا می‌کرد. فردریک موس با استفاده از کلیه میمون‌ها به کشت یاخته به منظور تهیه واکسن اقدام می‌کرد. تولید واکسن بلافاصله متوقف شد. به محض اینکه مشخص شد بیماری از کجا میاد، نزدیک به 500 میمون رو کشتن. تمام کشت‌های سلولی تولید شده رو از بین بردن. تمام کموت ها و لباس هامون رو ضد عفونی کردیم، ولی خب بعدش دیگه کاری در آزمایشگاه نمیشد انجام داد. دوره نهفتگی ویروس 7 تا 9 روز بود، بنابراین چاره جز صبر نبود. همش حواسم به این بود که آیا سردرد دارم؟ معدم درد میکنه؟ حالم خوبه؟ حالم خوب بود، اما این انتظار کشنده بود. 24 نفر در ماربرگ به این بیماری تازه مبتلا شدند و خبر رسید که در فرانکفورت موارد مشابهی در یک آزمایشگاه دیگر دیده شده. ورنر اسلنگزا و همکارانش در تلاش برای کشف ریشه ماجرا بودند. متوجه شدیم که ویروس از طریق خوکچه هندی هم منتقل میشه و تحقیقاتمون داشت به نتیجه میرسید. اما مؤسسه ما در مرکز ماربرگ بود و نگرانی از این بود که عامل بیماری از آزمایشگاه خارج بشه و میان شهر منتقل بشه. برای همین تصمیم گرفتن که مواد مورد آزمایش رو به مرکز تحقیقاتی بفرستن که بیشتر از مرکز ما تجربه کار با چنین شرایطی رو داشتن. میکروسکوپ معمولا خراب بود. هیچ کس عملا ازش استفاده نمی کرد. اگرم می کرد نتیجه درستی نمی گرفت. خوکچه های هندی که ما استفاده می کردیم عاری از عامل بیماری نبودن و به همین دلیل به طور مرتب دچار عفونت ثانویه می شدن. من از تکنیک ایمونوفلورسنس برای شناسایی عامل بیماری استفاده کردم و تونستم به نمونه استریل ویروس دست پیدا کنم. همه می دونستن. همه ماربرگ خبر داشتن. هر روز روی صفحه اول روزنامه خبر تازه‌ای از وضعیت منتشر می‌شد. هر روز شرکت جلسه برگزار می‌کرد و به ما می‌گفتند که چه اتفاقات تازه‌ای افتاده، چه چیزایی درباره بیماری متوجه شدن، وضعیت بیمارها چیه و چه برنامه‌ای برای مقابله با ویروس وجود داره.
واکنش بعضی از مردم شهر عادی بود، اما بعضی از مردم کاملا وحشت زده بودند. یه بار توی ایستگاه اتوبوس ایستاده بودم و بعضی از مردم حاضر نبودن با من سوار اتوبوس بشن. وقتی که میفهمیدن توی برینبرکر کار میکنم، هر جوری که بود ازم فاصله میگرفتن. یکی از همکاران فردریک موز برای کمک در بخش حیوانات داوطلب شده بود و در نهایت به ویروس مبتلا شد. یکی دیگر باردار بود، دیگری درخواست استعلاجی کرد و در نهایت فردریک 19 ساله که تنها یک کارآموز بود، تنها کسی بود که در آزمایشگاه باقی ماند. امروز از خودم میپرسم که من چرا درخواست استعلاجی نکردم؟ از همه جلسات مشخص بود که اگه بدون دلیل مناسبی درخواست استعلاجی کنم، عواقب خودش رو به همراه داشت. خانواده‌ام باید قرنطینه میشدن. اداره بهداشت میومد کل مجتمعی که من توش آپارتمان داشتم رو استریل و ضد عفونی میکرد. جوون بودم. مقررات سفت و سختی هم در برینبرکر وجود داشت. منم صرفاً صبوری کردم تا بالاخره یکی از مدیریت اومد و گفت چی کار کنم. فکر کنم اصلا منو یادشون رفته بود. الان اینطوری فکر میکنم. چون رسماً هنوز کارآموز بودم. درست توی سیستمشون ثبت نشده بودم. پخش ویروس به یک محموله میمون ردیابی شد که در پایان ماه ژوئیه به ماربرگ و فرانکفورت رسیده بود. در کامپالا، اوگاندا، یک صادرکننده میمون بود که به شکل جالبی نوه توماس مان، نویسنده آلمانی هم بود. او به آلمان و کشورهای دیگه میمون صادر می‌کرد. همیشه اصرار داشت که میمون‌های او هیچ عیبی ندارند. اما یک تیم ویروس‌شناس از آمریکا به اوگاندا رفتند و متوجه شدند که در اوایل 1967 یک اپیدمی در میان میمون‌ها رخ داده و کارگرها میمون‌های بیمار رو به جزیره‌ای در دریاچه ویکتوریا منتقل می‌کردند. اونجا میمون‌ها یا می‌مردند یا حالشون بهتر می‌شد. اون موقع میمون‌های زیادی رو صادر می‌کردند و وقتی که میمون کم می‌آوردن به همین جزیره می‌رفتن و چند تا میمون که سالم به نظر می‌رسیدن رو با بقیه میمون‌ها به بقیه کشورها صادر می‌کردن. بعدها مشخص شد که ناقلان اولیه ویروس ماربرگ خفاشانی بودند که دچار بیماری مشابه ابولا می‌شدند. از وقتی که ابولا پدیدار شد، ویروس ماربرگ به نوعی به برادر کوچک ابولا تبدیل شده. مردم میگن که ماربرگ کمتر خطرناکه چون نرخ مرگ بر اثر ابتلا تنها 23%. اما من همیشه میگم که بیماران ماربرگ و فرانکفورت در بیمارستان‌های مناطق محروم بستری نبودن. ویروس ماربرگ در آنگولا و دارفور هم شایع شد و نرخ مرگ و میر بر اثر ابتلا در این کشورها بیشتر از 90% بود. فردریک موس بعدها کتابی درباره این تجربه نوشت. ورنر استنگزا بعدها معاون انستیتوی ویروس شناسی در ماربرگ آلمان شد. او کماکان به تحقیق درباره ابولا ادامه می دهد. شاید این هفته بود با ترجمه و اجرای ناصر مدنی. حالا طبق وعده بریم به افغانستان. شورای امنیت ملی این کشور میگوید که نمایندگان دولت افغانستان و جنبش طالبان برای فراهمسازی زمینه تبادل اسرا دیدار رو در رو خواهند داشت. تاریخ مشخص این مذاکرات اعلام نشده. مذاکراتی که اگر صورت بگیرد نقطه عطفی خواهد بود در روابط دولت افغانستان با طالبان. برای آگاهی بیشتر از این موضوع یک راست به کابل بریم که همکارم علی حسینی از طریق خط تلفنی با ماست. اونجا علی، با اعلام این خبر آیا میشه گفت که ما در سرآغاز مسیر گفتگوهای بین افغانی هستیم؟ سلام و صبح بخیر. اینطور به نظر میرسه یکی از دلایل عمده ای که گفتگوهای بین الافغانی آغاز نشده بود، یعنی حدود باید بر اساس آنطور که گفته میشد 10-12 روز قبل آغاز میشد و رهایی زندانی دو طرف هم در 10 مارس قبل از آن باید انجام میشد که نشد. آقای غنی یک ملاحظه‌ای داشت و گفته بود که رهایی زندانیان طالبان باید بر اساس یک مکانیزم باید انجام شود. این مکانیزم مطرح کرد. خب این موضوع آقای غنی برخلاف آن چیزی که در توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان آمده بود، باعث شد که یک خلل ایجاد بشه برای این آزادی زندانیان. حالا دو طرف بعد از دو دور گفتگوهای از طریق ویدیو کانفرانس با حضور نمایندگان سازمان صلیب سرخ، نمایندگان قطر، آمریکا به این نتیجه رسیدن که عملا از تاریخ 31 مارس، یعنی چند روز بعد، رهایی زندانیان دو طرف آزاد بشه. 5000 زندانی از طرف طالبان و 1000 زندانی از طرف نیروهای امنیتی افغان که میشه دقیقاً 5 روز دیگر 31 مارس. بله. وقتی که این کار صورت بگیره، مسیر برای گفتگوهای بین افغانی آغاز میشه، هموار میشه. و علی، درباره ترکیب هیئت مذاکره کننده که از سوی دولت افغانستان ارائه شده چیزی میدونی؟ سر گذشته لیستی از طرف تلویزیون ملی افغانستان منتشر شد که در آن حدود
دقیقاً 20 نفر نامشان آمده بود که شماری از آنها زن هستند از اقوام مختلف و که گفته شد در رأس این هیئت 20 نفره معصوم استانگزای رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان است و کمی بعد اما سخنگوی وزارت امور صلح دولت افغانستان این لیست را رد کرد اما منابع از این وزارت ما گفتن که لیست تقریبا 90% همین افرادی که هست اگر امکان داشته باشد تغییراتی بیاید این تغییرات بسیار جزئی خواهد بود. قبل از این هم وزیر دولت در امور صلح ما گفته بودن که در ترکیب این دولت حدود 10% یعنی میشه گفت یک یا دو نفرشان از دولت افغانستان خواهد بود، بقیه افراد از جامعه مدنی، رسانه‌ها و همچنین از شخصیت‌هایی هستند که حالا به هر حال شناخته شدن و در مسائل افغانستان آگاهی دارند. موضوع اصلی اینه که این ترکیب تا چه اندازه میتونه توقعات دیگر گروه‌های افغانستان و دیگر احزاب، دیگر جریان‌های افغانی را به خود جلب کنه، چرا که خیلی حالا منتهی انتقاد دارن که این گروه باید از نمایندگی کنه از تمام دولت افغانستان و تأکید دولت افغانستان هم بارهایی بوده که تمام سعیش را انجام میده که بتونن گروهی و هیئتی را تشکیل بدن که نمایندگی کنه از افغانستان، ارزش‌های افغانستان، ارزش‌های نوین افغانستان و در این حال گفته شده که بعد از این هیئت 20 نفره مذاکره کننده یک هیئت کلانتری هست که دارن چهره‌های شناخته شده افغانستان حضور دارن که اینها یک میشه گفت که پشتیبانی مشوره‌دهی به این هیئت مذاکره کننده انجام میدن. سپاسگزارم علی حسینی، با همکارم در کابل صحبت میکردم درباره چشمانداز گفت و شنود مستقیم دولت افغانستان با طالبان. در این باره باز هم بیشتر صحبت خواهیم کرد البته موقعی که نزدیکتر بشه به اون موعد. و اما پیام های بسیار زیادی از شما دریافت شده که شماری از اونها رو اینجا میتونم بخونم. از فیسبوک مثلا از محمد که میگه که کاش همه اروپایی ها واقعا سختگیرانه عمل کنند تا از آسیب این ویروس در امان باشند. اینجا سوئد هست اما دولت خیلی ریلکس یعنی آسوده هست. واقعا به نظر محمد عزیزه نوشته که شما فکر میکنید که چند نفر از ما شنوندگان جان سالم به در ببریم از این مصیبت که واقعا امیدوارم همگی با رعایت مقررات بهداشتی جان به سلامت ببرند. محمد یوسف با اشاره به تمهیدات تازه‌ای که در ایران اعلام شده میگه که رئیس جمهور ایران میگفت ما قرنطینه نمیشناسیم، پس چگونه شد که حالا رو به قرنطینه آورده. علی میگه که آرایشگاه رو چه کار کنیم، تا کی باید به سلمونی نریم، که پرسشی است که شاید بسیاری از کارشناسان خیلی حیاتی ندونن در شرایط فعلی. سبقت میگه بله واقعا اقتصاد جهان فلج شده و داره بدتر هم میشه، مخصوصا کشورهای فقیر از لحاظ مدیریت انسانی. از تلگرام هم میخونم که بهرام از شهر بابک کرمان نوشته که متاسفانه تصمیمات مسئولین ایران بسیار عجیب و غریب هست. از یک طرف پزشکان بدون مرز رو به خاطر توهم توطئه اخراج میکنن، از طرف دیگر بعد از اینکه همه به سفرهای نوروزی رفتن حالا به فکر جلوگیری از سفر افتادن. این تصمیم باید 10 روز قبل گرفته میشد، الان دیگه خیلی دیر شده. مرتضی میگه که نوشدارو بعد مرگ سهراب است این تمهیدات. بعد از اینکه 8 میلیون مسافری که راهی شهرهای ایران شدند، دولت مردان ایران به هوش اومدند که سختگیری کنن. این همه مسافر رو چطور میشه به خونه برگردون اگه بازم فرصت شد، که امیدوارم که بشه. به پیام های شما برمیگردیم، فعلا بریم سراغ ورزش. با توجه به اینکه المپیک و پارالمپیک امسال 1 سال به تاخیر افتاده، پرسش‌های بسیاری مطرح شده، از جمله در مورد اینکه کسانی که سهمیه گرفته بودند برای شرکت در مسابقات امسال آیا 1 سال دیگر هم در این شرایط هستند که در مسابقات شرکت کنند یا نه. خود کمیته المپیک گفته که این یک معمای هزار مجهولی است که باید همه جور گزینه‌ای در آن در نظر گرفته شود. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک پرسیدم ورزشکارانی که قرار بود امسال در المپیک و پارالمپیک شرکت کنند آیا میتونن آمادگیشون رو تا سال آینده حفظ کنند یا نه. یک اتفاق بی سابقه در تاریخ ورزش رخ داده که هرگز هیچ واقعه دیگری اینطور به ورزش جهان آسیب نزده بود، حتی جنگ جهانی دوم. با توجه به اینکه در اون مقطع هم با وجود اینکه جنگ جهانی در واقع برقرار بود اما رقابت‌های ورزشی تعطیل نبود، رقابت‌های ملی دوستانه زیادی در فوتبال برگزار می‌شد، حتی در اردوگاه‌های نظامی، در اردوگاه اسرا ورزش برقرار بود، بازی می‌کردن. ولی مسئله اینه که الان قهرمان‌ها از خونه‌هاشون هم بیرون نمی‌تونن بیان و تبعاتش باعث شد که
المپیک هم بیش از یک سال به تاخیر بیفته، یعنی از حالا حدود 16 ماه حداقل 16 ماه بعد رقابت‌ها برگزار خواهد شد و مشخصاً ورزشکارهایی که در اون رقابت حضور خواهند داشت، اونهایی که سهمیه گرفتند، پرسش بزرگیه که آیا در سال 2021 هم همون آمادگی 2020 رو میتونن داشته باشن؟ دقیقاً سوال همینه. بله، و ضمن اینکه صدها ورزشکار مثل هر دوره دیگری در بازی‌های المپیک می‌خواستن در سال المپیک خداحافظی کنن، ولی حالا باید یک سال دیگه این خداحافظیشون رو به تعویق بیاندازن. طبیعتاً برای یک ورزشکار 32-33 ساله، ورزشکاری که در سال آخر دوران قهرمانیش قرار داره، این که بتونه یک سال دیگه اون فشار رو تحمل کنه و در اوج بمونه بسیار سخته و به طور کلی مثل یک سونامی ورزش جهان رو تحت شعاع قرار داده و اثرات مخربی به جا گذاشته. حالا می‌خوایم مشخصاً درباره ورزشکاران ایرانی صحبت بکنیم آقای رستم‌پور. تأثیر این تصمیم و عقب افتادن مسابقات بر ورزشکاران ایرانی که قرار بود امسال شرکت کنند چه خواهد بود؟ برای ورزش ایران واقعیت اینه که این تأخیر بسیار مفید و مؤثر بود، با توجه به اینکه ایران جزو کانون‌های اصلی کرونا است و اگر قرار بود المپیک با به جای تأخیر یک ساله مثلا زودتر برگزار بشه، 2-3 ماه به تعویق بیفته، این ورزشکارا که الان حتی امکان تمرین ندارن و ریسک پذیری بسیار بالایی داره این که بخوان تمرین کنن به صورت گروهی، متضرر می‌شدن و هرچی المپیک دیرتر برگزار بشه برای کشوری که همچنان روزی بیش از 100 قربانی داره در کرونا و در حال حاضر در آسیا رتبه اول رو داره متاسفانه در این زمینه، در حالی که چین طبق آماری که حالا اعلام میشه تعداد تلفاتش در روز یک رقمیه، ایران همچنان سه رقمیه و این بسیار میتونست آسیبزا باشه برای ورزشکارا. و همین امروز احسان حدادی که یکی از امیدهای کاروان ورزش ایرانه گفته من مبتلا شدم به کرونا و خب این خبر خوبی نیست، حالا چه برسد که این ورزشکار میخواست بره در المپیک هم شرکت کنه. ضمن اینکه برخی دیگر از قهرمانان و پرامید ورزش ایران مثل حسن یزدانی قهرمان المپیک، حمیده عباسعلی در کاراته، سهراب مرادی در وزنه برداری قهرمان المپیک، اینا همگی به تازگی یک جراحی رو پشت سر گذاشتن، اصلا آماده نیستن و به همین خاطر تأخیر در برگزاری رقابت‌های المپیک به اونا کمک میکنه که فرصت داشته باشن و با آمادگی کامل راهی المپیک 2021 بشن در واقع در توکیو. مهدی رستم‌پور بود. میدونم که ویروس کرونا فعلا دست بردار نیست، اما کرونا هم جلوی نوروز رو نگرفت و برنامه‌های نوروزی ما ادامه داره، از جمله با گپ و گفت‌هایی درباره گلستان سعدی شیرازی در برنامه شیرازه از سام فرزانه. شیرازه، ورقی از گلستان سعدی. زنان سلام. صبح کله سحر ساعت 10:11 با چند نفری از بر و بچه ها میخواهید بروید به مسافرت. شور و هیجان، سوار اتومبیل میشوید، پنجره ها رو باز میکنید، صدای زبر را تا میتوانید بالا میبرید. حالا شاید با یک آهنگ دیگر، اما در حال رانندگی در جاده هستید تا اینکه پشت یک کامیون گیر میکنید که با سرعت کمی در حال راندن است. پشت کامیون یک جمله حکیمانه نوشته: گشتم نبود، نگرد نیست. حالا حکایت ماست. کل این گلستان را خواندیم، بجز دو نمونه، آن هم با اغماز، جای ندیدیم که زنی در این کتاب یک کم نقش مثبت داشته باشد. اجازه بدید که من صحبتم رو از اینجای شروع بکنم که کتاب گلستان جزء ادبیات تعلیمی کلاسیک فارسی دستبندی میشه. فاطمه شمس، مدرس زبان و ادبیات فارسی در دو دانشگاه در لندن، میگوید اهمیت این تقسیم بندی در این است که نگاه سعدی به زنان در ادبیات عاشقانه او نوع دیگری است. حالا ببینیم تفاوت این دو نوع از ادبیات در چیست. ادبیات تعلیمی برخواسته از جامعه است و در واقع در گفتگوی با همون جامعه است، یعنی علت نوشتنش، هدف نوشتن یک اثر تعلیمی فقط مثل غزل عاشقانه زیبایی محض یا ستایش محض نیست، بلکه منتقل کردن یک سری آموزه ها و افکار هستش به جامعه و به مردم و باید طوری نوشته بشه و طوری این حرفا منتقل بشه که مردم عادی بفهمن. و حالا
ربط زبان مردم با نوع ادبیات گلستان چیست؟ از ادبیات تعلیمی حرف می‌زنیم، از تعلیمگران مرد صحبت می‌کنیم، در جامعه‌ای که تفکر مردسالار بر اون حاکم بوده. بنابراین نتیجه‌اش میشه ادبیات مردسالار. به نظر خانم شمس به خاطر همین خاصیت ادبیات تعلیمی میتوان گفت که گلستان آینه تمام نمای دوران سعدی است. تازه آینه‌ای که حالا یه مقداری زدوده شده این غبار بی‌فرهنگی یا عقب ماندگی ازش به خاطر نثر زیبایی که داره و همه ویژگی‌های ادبی. همراه با شبنم طلویی یکی از معدود حکایات گلستان را برایتان روایت می‌کنیم که زنی در آن است و دست بر قضا همسر سعدی هم هست. از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود. سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم و در خندق ترابلس با جهودانم به کار گل بداشتند. یکی از رؤسای حلب که سابقه ای میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلان، این چه حالت است؟ گفتم چه گویم؟ در اینجا سعدی برای آشنای خود تعریف می کند که همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدای نبودم به آدمی پرداخت. قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم بباید ساخت. پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان. بر حالت من رحمت آورد و به 10 دینار از قیدم خلاص کرد و با خود به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من درآورد به کابین 100 دینار. مدتی برآمد، بدخوی ستیزه روی نافرمان بود، زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منقص داشتن. زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او. زنهار از قرین بد زنهار و قنا ربنا عذاب النار. این زن به سعدی طعنه میزند که تو آن نیستی که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی، من آنم که به 10 دینار از قید فرنگم باز خرید و به 100 دینار به دست تو گرفتار کرد. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی. شبانگه کارد در حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید که از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. نظر مهدی جامی و فاطمه زارعی نویسندگان همراه این برنامه را درباره این حکایت بشنویم. حکایتی که شنیدیم مربوط میشه به زن گرفتن سعدی در یکی از سفرهاش که حالا البته نشون دهنده این هم است که خیلی هم قید خانواده نبوده، کلن زن میتونسته بگیره و بعد رها بکنه و بیاد. نظر شما چی هست خانم زارعی؟ خیلی جالبه که یه بارم که زن گرفته به زور از بردگی خریدنش به بندگی دادن. اما با همه این اوصاف جالبه، برخلاف فرهنگ مردسالارانه زنا رو خیلی حقیر و منفعل هم نمیدونه و مثلا در یک حکایت میاره که اگر زنی از همخوابگی شوهر ناراضی باشه خب حتما میره سراغ یک کسی دیگه و اصلا هم تقصیر رو گردن زن نمیندازه. مژگان قاضی راد نویسنده دیگری که صدای خنده‌اش رو هم میشنیدید درباره حق رضایت از همخوابگی که فاطمه زارعی در گلستان دیده برداشت دیگری دارد. اگر به کار میآید زن برای همخوابگی است و اگر از او نامی به میان برده میشه درباره خطری است که نارضا برخواستن او از بستر همخوابگی میتواند ایجاد کند. مثلا میگوید زن که از بر مرد بی‌رضا برخیزد بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. به هر حال عملکرد زن در رخت خواب جای میگیرد تا در سیر و سفر و دانش اندوزی. حالا
حالا یک تکه دیگر از گلستان بشنویم که در آن سعدی مسئله همسری و همخوابگی را کنار گذاشته و درباره عقل زنان داد سخن می‌دهد. مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه. خبیث را چو تعهد کنی یا بنوازی، به دولت تو گناه می کند به انبازی. شیرازی دیگر بود از سام فرزانه در پایان چشم‌انداز بامدادی پنجشنبه هفتم فروردین 1399. همین جا یک پیام دیگر هم میتونم بخونم از محمد تقی که گفته چنانچه رهبر ایران یک فضای مخاصمه و جو تنفرآمیز علیه کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا در طول 30 سالی رهبریش ترویج و تدارک نکرده بود، سرنوشت غم‌انگیز مرگ رابرت لوینسون در ایران رخ نمیداد. نظر محمد تقی. سپاس فراوان از همراهی شما با چشم‌انداز بامدادی ساعت اول این برنامه. به همراه محمد صباحی، نیک رندل، من داریوش رجبیان از همراهی تک تک شما سپاسگزارم. نوروز شما پیروز.